جمال عبدالناصر اقدام به ساختن سد آسوان بر روی رود نیل کرد. کارگران مصری در کاری فشرده ساختن سد را به پیش میبرند، سدی که برای کشاورزی و اقتصاد مصر بسیار حیاتی است. اما درست در همین سرزمینی که کارگران مصری سد آسوان را برای پیشرفت مصر میساختند، روزگاری دور انسانهای دیگر مشغول به کاری سخت و طاقت فرسا بودند. مصر 3500 سال پیش، آن دوران که بردگان بناهای بزرگ فرائنه را بنا می کردند، زمانی که مجسمه های قول پیکر فرعون و معابد او نه برای پیشرفت کشاورزی بلکه برای نمایش قدرت و ابهت او ساخته می شد. یکی از این معابد معبد ابوسمبل بود. هزاران برده برای برپایی بزرگترین بنای سنگی جهان جان خود را از دست دادند. اما هنگامی که سد آسوان به پایان رسید، مهندسین و دانشمندان دریافتند که یک تلاقی تاریخی در این نقطه از مصر به وجود آمده است. یک تلاقی با 4000 سال پیش، تلاقی با دورانی که حکمرانی بر این سرزمین فرمان روایی می کرد که هزاران برده این بناهای عظیم را به فرمان او ساختند. فرعون. هنگام ساختن سد عظیم آسوان در مصر در دهه 1960 میلادی، باستانشناسان خبر دادند در صورت آبگیری سد آسوان، بزرگترین معبد یک پارچه سنگی دنیای باستان یعنی معبد ابوسمبل به زیر آب خواهد رفت. معبدی با بیش از 3000 سال پیشینه، معبدی که فرمان ساختن آن را یکی از مقتدرترین فرعونه مصر رامسس دوم صادر کرد. یونسکو و سایر سازمان‌های جهانی حفاظت از آثارهای باستانی و هنری اعتراض کردند و خواستار کمک برای حل مشکل شدند. یک شرکت آلمانی انتقال تمامی معبد به مکان دیگر را به عهده گرفت، کاری سخت که از حساسیت بالایی نیز برخوردار بود. هنگامی که جرثقال‌های هیدرولیک به سختی سنگ‌های چند تنی را بلند می‌کردند، مهندسین به این فکر می‌کردند که انسان‌های 4000 سال پیش چطور با ابتدایی‌ترین ابزارها این سنگ‌ها را روی هم قرار دادند. سنگ‌هایی که نیروی کار برده‌ها آنها را از ده‌ها کیلومتر آن طرف‌تر به این منطقه آورد. معبد ابوسمبل به طور یک پارچه از سنگ ساخته شده است. هیچ گونه مصالح ساختمانی در این معبد به کار گرفته نشد. مارتوناسیس مورخ یونانی بعد از بازدید از این معبد می نویسد: رامسس دوم در یکی از جنگهایش با خدای آمون پیمان می بندد که اگر پیروز شود معبدی برای نیایش آمون بسازد. او می خواست این معبد را یک پارچه از سنگ به وجود آورد و در بنای آن حتی یک آجر و یا خشت مورد استفاده قرار نگیرد. در اصلی این معبد به سوی شرق می باشد. در هر طلوع آفتاب نور خورشید در ورودی معبد بر روی 4 مجسمه نشسته میتابد. این 4 مجسمه رامسس دوم و خانواده او هستند. مجسمه هایی با ارتفاع 21 متر. روشن نیست که رامسس این معبد را برای خدای آمون ساخته یا آمون تنها بهانه‌ای بود برای به رخ کشیدن ابهت خودش، ابهت فرعون.